در خط چند خبر و گزارش مهم در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. ادامه تنش در پارلمان افغانستان بر سر گزینش رئیس ولسی جرگه. امروز برخی از نمایندگان مانع آغاز به کار ولسی جرگه شده و با هم درگیر شدند. تنها رای شاید این باشه که مایک پامپیو مثل جان کیری واری شد و امشب و چوکی ولسی جرگه را هم به عین و غین ثانی تبدیل کند. عربستان سعودی میگوید که در صدد جنگ با ایران نیست، اما آماده است با تمام قوت از خود دفاع کند. و در بخش صحی این هفته به واردات ادویه و مشکل قاچاق گسترده ادویه در افغانستان می‌پردازیم. سلام، امروز یک شنبه 19 می 2019 میلادی است. من یلدا بکتاش هستم و برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. این برنامه از طریق فیسبوک دری صدای آمریکا هم به گونه مستقیم قابل دسترسی است. در برنامه امشب اخبار و گزارش های مهمی از سرتاسر جهان داریم، اما در آغاز به گزارش های از افغانستان توجه کنین. تنش ها درباره چگونگی گزینش رئیس ولسی جرگه افغانستان همچنان ادامه دارد. با آنکه میررحمان رحمانی دیروز برنده انتخابات اعلام شد و کارش را به عنوان رئیس این جرگه آغاز کرد، اما امروز برخی از نمایندگان مانع رهبری ولسی جرگه از سوی آقای رحمانی شدند و این کار باعث درگیری های فیزیکی نیز در میان اعضای پارلمان گردید. در این خصوص همکارانم از کابل گزارش فرستادن، اما در آغاز با سراغ مهمان امشب برنامه می رویم که از پارلمان افغانستان، یکی از نمایندگان پارلمان افغانستان در برنامه با ما هستند، آقای زل محمد زلمی نوری عضو ولسی جرگه. آقای نوری با سلام و سپاس از وقتتان، اگر در آغاز لطف کنین و بگوین که در پارلمان افغانستان چی اتفاقی افتاد امروز و دلیلش چی بود؟ سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان تلویزیون شما. امروز اتفاقی که در پارلمان افغانستان افتاد، دیروز نظر به رأی استعمال شده مطابق ماده 71 قانون اصول وظایف داخلی، آقای میررحمان به اصطلاح وطنی ما و شما آنچه که در دیگ بود در کاسه برآمد، 50 جمع 123 را پوره کردن، برنده اعلان شدن. امروز قبل از این که آقای میررحمان به کرسی ریاست بروه، یک تعداد کسایی که نمیخواهند با واقعا از مردم نمایندگی بکنن و میخواستن پارلمان را در گرو بگیرن، قبل از قبل رفتن در کرسی پارلمان ششتن، در کرسی ریاست ششتن. بله. و مانع ششتن نشست آقای رحمانی در کرسی ریاست شدن. خب آقای نوری، شما یک تن از افراد هستین که در درگیری گفته میشه که حضور داشتین و متهم هستین که چاقو کشیده بودین. آیا شما چاقو به همراه داشتین و اگر نه شایعه که در دستتان بود چی بود و هدفتان از این کار چی بود؟ بخیر باشین. نه خیر، ما چاقو به دستم نبود، چون اونجا از سکیوریتی ها همه وکیل صاحب ها را چک میکنن، هیچ کسی بدون موبایل دست داشته شان هیچ چیزی را نمیتونن همراه خود در داخل تالار ببرن. او چکش بود، دمو چکش یک بر سر میز رئیس بود، چون به خاطر که فحش گفتن دو زدن. اما آقای اصولی در اونجا در داخل پارلمان، ما در اونجا نرفتیم که ما رفت برویم در اونجا. بله. رفته باشین به خاطر که دو از دیگرا را دشنام یا فحش بشنیم، ما رفتیم که از ملت ما نمایندگی بکنیم. درست. ما به خاطر عدالت خواهی دیگه اون چیزی به دست نداشتیم، مجبورم چکش در اونجا بود به دست خود گرفتیم. آقای نوری، شما تصاویر را میبینین در تلویزیون که شما را نشان میده که به هر حال کوشش میکنن که شما را آرام بسازن، اما به هر حال درگیری در داخل پارلمان طبق تصویر ادامه داره و شما هم در او حضور دارین و شما به اینکه چکش گرفته بودین. خب به هر حال هدفتان چی بود؟ میخواستین چی بکنین با این و میخواستین که به هر حال به چی نتیجه برسین؟ به جای گفتگو آیا کی بود هدفتان مشخصا؟
ببینین امروز گرچه بحث منطقی را اینا اجازه ندادن که از لحاظ منطقی بحث استدلال شود و مطابق اصول وظایف داخلی بحث منطق نپذیرفتند. دیروز مایک را کندن، امروز سنگی که بر بالای میز بود او را به دست گرفتن، ما مجبور شدیم چکش را به دست گرفتیم. اونا میخواستن با افزار دست داشتهشان که از سر میز به دست خدا گرفته بودن ما را تهدید بکنن، ما هم با چکش اونا را تهدید میکردیم دیگه، بالاتر از او کدام چیزی نبود، یک مشاجره لفظی بود. خب مشخصاً هدفتان کی بود؟ با گرفتن چکش دستتان میخواستین که با کی شما در واقع گفتگو بکنین؟ از طریق چکش شما گفتین که سنگ گرفته بودن، مایک کنده بودن، میتونین که اشاره بکنین که کیا این کار کردن؟ به خاطر که شما داخل پارلمان بودین و مردم علاقمند هستن که از واقعیت با خبر شوند. شما این فرصت دارین که لطف کنین و بینندای ما از شرح داخل پارلمان توضیح بدین. مایک را دیروز یکی از نماینده های مردم قندار کنده بودن و امروز آقای اصولی وقتی که به کرسی ششتن تمام مندرهای دهنده های ملت افغانستان فحشا گفتن، دشنام زدن، ما چکش را به بالای آقای اصولی گرفتیم. خب بله از اونا. بله آقای نوری، سوال دیگه که شاید برای بیننده ما پیش بیاد است که آیا به عنوان نماینده مردم به جای گفتگو زبان خشونت و درگیر ترجیح دادین؟ در این موضوع میتونستین صبر بکنین و به حال این بحث در جای دیگه ادامه بدین؟ نه خیر، قبل از اینکه امروز باید با بحث استدلال برویم، اونا رفتن کرسی امو ریاست خودشان گرفتن و دشنام فحشا علیه مردم افغانستان گفتن، بعد از اون ما تصمیم گرفتیم به اصطلاح وطنی ما را به بیردی گفتن نماندن، اونا خودشان پیش از پیش اقدام کردن، اونا جنجال برانگیز ساختن موضوع پارلمان، ما آرام در جاهای خود نشسته بودیم. پس آقای نوری شما به نوعی میخواین بگوین که خب شما خودتان قضیه را به دست گرفتین و خودتان قضاوت کردین در این خصوص، درست است؟ نه خیر، نه خیر، جانب مقابل مانند عکس العمل جانب مقابل عکس العمل نشان دادیم، قضاوت نکردیم. قضاوت دیروز رئیس موقت ولسی جرگه قضاوت را کردن، چکش را کوبیدن، آقای میررحمان رحمانی را به حیث رئیس ولسی جرگه برنده اعلام کردن. آقای نوری خب به هر حال شما قبول کردین که چکش در اختیار داشتین، ممکن بود که باعث زخمی شدن کسی شود، واکنشتان در این باره چی است؟ نه خیر، اونا هم تهدید لفظی کردن، به سنگ دست بردن، ما هم به چکش دست بردیم، شاید ما استفاده نمی کردیم، اگر استفاده می کردن ما به دفاع مشروع از جان ما مجبور مکلف بودیم، اگر اونا ما را زخمی می ساختن ما هم مجبور بودیم زخمی می ساختیم، دیگه چاره نبود. بله آقای نوری، اما تصویر نشان میده که به هر حال شما حمله کرده بودین و چند نفر کوشش میکردن که شما را بگیرن و نمانن، مانع ادامه درگیری ها شون، به هر حال ممکن بود که باعث زخمی شدن کسی شود، شما فکر میکنین که این واکنش درست بود به جای از اینکه شما از مراجع زیر ربطی را پیگیری میکردین خودتان اقدام در اختیار خود گرفتین؟ اونا با نیروهای امنیتی کنجا بودن در داخل پارلمان، اجازه هم ندادن، نزدیکشان نمیگذاشتن، دور اطرافشان مردم بودن، اونا دشنام و فحش گفتن، ما فقط میخواستم که با اونا نزدیک شوم، ولیکن بله. اونا هم بالای ما حمله آور شده بودن، شما اگر به تصاویر مراجعه کنید، به آرشیو مراجعه کنید، اونا هم حمله آور بودن بالای ما. و به عنوان سوال آخر، شما گفتین که به هر حال درگیری بود و چکش شما هم گرفتین، آیا از گرفتن از این وسیله که ممکن بود کسی را زخمی بکنه به نوعی پشیمان هستین یا فکر میکنین کار درست انجام دادین در اون لحظه؟ ببینین دفاع حق مشروع در هر چیزی که در هر حالتی که باشد، بر هر فرد افغان دفاع حق مشروع هر انسان است، ما اونجا بر جنجال و تضاد و نژاد قومگرایی نرفته بودیم، وقتی کسی که میخواید بالای ما تعرض بکنه، دشنام بگوید، فحش بگوید، دفاع حق مسلم ماست که چکش باشه، دست خالی باشه، دفاع حق مسلم ماست. آقای سپاسگزار از این که در برنامه حضور پیدا کردین و را که در پارلمان بود را بینندای ما وقتتان خوش. خب قسمی که اشاره شد در پارلمان افغانستان درگیری صورت گرفته بود. همکاران ما از کابل گزارش را آماده کردن که با هم می‌بینیم. ادامه تنش‌ها در مجلس نمایندگان افغانستان. اکنون این مجلس به دو دسته تقسیم شده. یکی طرفداران میررحمان رحمانی که دیروز به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد و دسته دومی آنانی که به رهبری کمال ناصر اصولی
صدای مخالفت بلند کردند. مسئله قانون، مسئله شریعت، حیثیت و آبرو عزت افغانستان برای هیچ کدامشون مثل که برای نخبگان ما مطرح نیست. تنها راه شاید این باشه که مایک پامپیو مثل جان کیری واریش شوه امشب و چوکی ولسی جرگه را هم به عین و غین ثانی تبدیل کنه. به رسانه ها هم اجازه داده نشد تا از داخل مجلس گزارش به دست بیاورند. اما در بیرون از مجلس این دسته ها هم دیگر را به نقض وظایف داخلی متهم می سازند و حتی اتهام رشوه‌دهی بر هم دیگر می بندند. هر کسی که مطابق اصول وظایف داخلی پارلمان برنده میشه و امین چوکی را احراز میکنه، ما برشان تبریک میگیم و همراهشان همکار هستیم و رئیس ما در 5 سال آینده خواهد بود. البته کسی که مطابق با اصول وظایف داخلی نصاب اکثریت 50+1 پورا کنه. دیروز پورا نکردن. قرار بود امروز انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان برگزار شود، اما به علت این تنش‌ها به تعویق افتاد. اما دیروز در انتخابات گزینش رئیس مجلس نمایندگان چه گذشت؟ روند دیروز رأی‌گیری بسیار خوب پیش رفت. نصاب 247 نفر بود. اگر او به اون نصاب 247 نفر رأی میداد، آقای رحمانی برنده نمی‌شد. ولی کسایی که رأی داد در نهایت امر که جمع‌بندی شد 244 رأی از صندوق برآمد. در صورتی که 244 رای نفر رای داده باشه، بله آقای رحمانی برنده انتخابات دیروز هست. سرانجام برای حل این تنش ها هیئت از دو طرف و اعضای بی طرف مجلس تعیین شد تا روند دیروز انتخابات ریاست مجلس را بررسی کنند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. و خبر دیگر از افغانستان، لوی سارنوالی افغانستان میگوید که دوسیه های 10 کمیشنر کمیسیون های انتخاباتی و 2 تن از رئیسان کمیسیون انتخابات به علت تخلف و تقلب در انتخابات به محکمه فرستاده شده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره میگوید که این کمیشنران به سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی و کم و زیاد کردن آرای حوزه کنر و بدخشان متهم هستند. رسولی میگوید که در کنار رسیدگی به 191 قضیه انتخاباتی با 72 شکایت از سوی نامزدان معترض از 28 ولایت افغانستان نیز رسیدگی شده است. کمیشنرای پیشین کمیسیون انتخاباتی در 2 قضیه، یکی مربوط به حوزه بدخشان میشه و یکی هم مربوط به حوزه کنر میشه، از جانب سارنوالی کسب الزامیت کرده، اتهامات نسبت به اونا ثابت دانسته شده. 12 تن از کمیشنرهای پیشین کمیسیون انتخاباتی به شمول رؤسایشان و 2 تن هم از رئیس پیشین دارلنشای کمیسیون انتخابات و رئیس تکنولوژی یا آیتی کمیسیون انتخابات کسب الزامیت کردند، مسئول دانسته شده از جانب سارنوالی. آقای رسولی میگوید که در پیوند به شکایات ارائه شده 495 تن متهم شناخته شده و دوسیه هایشان به استر محکمه فرستاده شده است. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، منبع اخبار موثق با گزارش های جامعه. برنامه را با خبری از ایالات متحده ادامه می دهیم. برای اولین بار یکی از اعضای حزب جمهوری خواه که منتقد سیاست های رئیس جمهور ترامپ است، روز شنبه در توییتر خواهان استیضاح رئیس جمهور ترامپ بعد از نشر گزارش مولر شده است. این در حالی است که جو بایدن، کاندید دموکرات انتخابات ریاست جمهوری، کمپاین انتخاباتی خود را در پنسیلوانیا آغاز نمود. همکارم جیلا نوری در استودیو با ماست و گزارش ها را در این باره دنبال کرده. جیلا جان سلام، آخرین معلومات نزد شما چیست؟ یلدا جان تشکر. جاستین امش عضو جمهوری خواه در صفحه توییتر خود با نشر چند بخش نگاشته که نشر گزارش هیئت خاص قطعیات به رهبری رابرت مولر در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد که رئیس جمهور در اقدامات خاص و سلسله رفتارها دخیل بوده که باید استیضاح شود. اخیرا جاستین امش اعلام نمود که به عنوان کاندید آزاد در برابر ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 شرکت خواهد کرد. بانک حزب جمهوری خواه تا حدی از سیاست رئیس جمهور ترامپ ناراحت هستند. در میان جو بایدن، کاندید دموکرات انتخابات ریاست جمهوری، با آغاز کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری بار دوم در ایالت پنسیلوانیا در برابر هزاران رای دهنده سخنرانی کرد.
سیاست ما امروز منقسم است و رئیس جمهور ما ریاست این انقسام را دارد. او تنها این کار را نکرده. او فقط در تمرین سیاست با عدف قرار دادن، مسئول قرار دادن و بجلوه دادن بدترین است و دیگران را مسئول قرار می‌دهد. شما عرفای او را در مورد مهاجرت، مسلمانان، افراد با عقاید و نژادهای مختلف شنیده اید و میگوید که آنها بخشی عمده از مشکلات هستند. این توطئه هایی است که برای دهها توسط سیاستمداران بی‌پروا استفاده شده است. آیا ملایم جو بایدن در روزهای نخست رقابت‌های انتخاباتی برتری و اعتماد بر کاندیداتوری او را برجسته می‌سازد، در حالی که انتظار می‌رود که رقابت‌ها در میان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در چند ماه آینده شدت بگیرد؟ یلدا جان، تشکر. جیلا جان، وقتتان خوش. عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی امروز گفت که عربستان سعودی جنگ نمی‌خواهد، لکن با تمام قدرت و عزم آماده دفاع از خود است. در همین حال وزیر خارجه ایران میگوید که ایران نیز خواهان جنگ نیست و نه کس خیال و توهم مقابله با ایران را دارد. برای شرح جزئیات این خبر همکارم را از اتاق مرکزی خبر صدای آمریکا با خود داریم. لیلی مرجان سلام، آخرین جزئیات نزد شما چیست؟ با سلام و سپاس. طبق گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، دیپلمات عالی رتبه ایران به روز شنبه گفته است که امکان بروز جنگ در منطقه را رد می کند و تهران خواستار درگیری و جنگ نیست و هیچ کشور دیگری هم خیال مقابله با ایران را ندارد. از نشانه های دیگر تنش در منطقه این است که چند روز پس از تنش ها میان واشنگتن و تهران، شرکت اکسان موبیل کارمندان خود را از ساحات نفتی عراق خارج ساخته است. در سایر کشورهای خلیج از جمله بحرین به شهروندان هشدار داده شده که به نسبت شرایط نامساعد از سفر به ایران و عراق خودداری کنند. از سوی هم وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید که کشورش تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این جنگ انجام خواهد داد. شرح بیشتر در این گزارش مشاهده کنید. عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت والمملكه العربيه السعوديه لا تريد حربا في المنطقه. عربستان سعودی نمیخواد جنگ را در منطقه انجام دهد و برای این کار تلاش نمی کند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این جنگ انجام خواهد داد. اما در این حال اگر طرف دیگر جنگ را انتخاب کند، عربستان سعودی با تمام توان و استقامت به مبارزه خواهد پرداخت و از خود، شهروندان و منافع خود دفاع خواهد کرد. ما از همه می خواهیم که با خرد عمل کنند و رژیم ایران و نمایندگان آن از بی‌پروایی در اقدامات خودداری کنند. در این حال دو پمپ نفت و دو کشتی نفتکش عربستان سعودی طی همین هفته در ساحل امارات متحده عربی تحت عمله قرار گرفتند. الجوبیر گفت واضح است که حملات تیاره های بی پیلوت به این مخازن توسط شورشیان حوتی یمن انجام یافت که اسلحه و تجهیزات خود را از ایران به دست می آورد. ایالات متحده ای امریکا کشتی تیاره بردار ابراهام لینکن و بم افکن های B-52 را به منطقه حساس خلیج فارس اعزام کرد تا با آنچه رسیدگی کند که واشنگتن آن را تهدید از سوی ایران و نماینده هایش می خواند و ممکن است منجر به هدف قرار دادن ترافیک کشتی ها در این منطقه شود. علی رغم گزارش ها در مورد استقرار نیروهای نظامی امریکا در منطقه، ساکنان تهران با آغاز جنگ بین ایران و امریکا شک و تردید دارند. من بیشتر شبیه یه تهدید نگاش میکنم، حالا اونقدر احتمال وقوعش رو نزدیک نمیبینم. نمیکنم جرات کنه با ایران وارد جنگ بشه. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قبل از ختم سفرش به بیجینگ با خبرگزاری کشورش گفته است که هیچ جنگی وجود نخواهد داشت، زیرا ما خواهان جنگ نیستیم و نه کسی هم خیال و توهم آن را دارد که بتواند با ایران در منطقه مجادله کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تحریم‌های اقتصادی بر ایران را تقویت بخشیده و با حضور نظامی ایالات متحده در خلیج فارس ایران را متهم به تهدید علیه منافع نیروهای ایالات متحده می‌کند. تهران آن اقدامات را جنگ روانی و بازی سیاسی توصیف کرده است. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
افغانستان حدود 90% ادویه مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند. آمارهای وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که هم اکنون 40 شرکت دواسازی در افغانستان فعالند که توانایی تولید تنها 15 گونه ادویه مورد نیاز شهروندان افغانستان را دارند. 2500 گونه ادویه شامل فهرست هستند که در افغانستان مصرف می شوند. ارزش مارکت دوایی این کشور 600 میلیون دلار در سال است و تا 90% ادویه مورد نیاز افغان‌ها از خارج وارد می شوند. اما کم کم شرکت‌های داخلی تولید دوا نیز وارد میدان می شوند. اتحادیه صنعت تولید دوا با همکاری وزارت صحت عامه تانسته در ظرف 3 سال اخیر در حدود 60 فابریکه را در افغانستان زمینه سازی کنه که از جمله 40 فابریکه فعال است تولید میکنه و ما را 15% دوار یعنی 15 قلم دوار نیازمندی مردم ما را داخل افغانستان مرفوع میکنه که خود همین گپ هم باید ما از یا تقدیر بکنیم و هم از یا حمایت بکنیم. اما شرکت هایی که افغانستان را در تولید این 15 گونه ادویه خودکفا ساختند با چالش های مثل بلند بودن تعرفه گمرکی مواد خام، نبود برق و قرضه و مهمتر این که با چالش فساد اداری روبرو هستند. قاچاق ادویه نیز چالش دیگری بر چالش هاست. جلوگیری از قاچاق طبعا در تمام عرصه ها مهم است، اما قاچاق ادویه خصوصا که باز شامل ادویه بی کیفیت میشه و به صحت مردم و به سلامت مردم ارتباط میگیره، در این قسمت به ارگانهای دفاعی امنیتی دوباره تاکید خود کرده. همکنون 45% ادویه مورد نیاز افغان ها از پاکستان، 25% از هند، 10-15% از ایران و متبقی از چین، کوریا و سایر کشورها وارد می شوند. برای در دست گرفتن این بازارها تولید کنندگان ادویه خواهان برداشتن موانع هستند که می گویند صدراه تولیدات داخلی قرار دارند. تعرفه مواد خام برای ما پایین کنه، در مورد زمین برای ما همکاری داشته باشه، برای ما پارک های صنعتی زمین، برق، مشکلات برق در ما دچار مشکلات برق هستیم، باید برای ما برق تهیه شود. و دیگه مشکل مارکت است که مارکت باید فراهم شود و آگاهی داده شود برای مردم. قاچاق میایه به افغانستان، اما موادی که واقعاً باید بیایه نداره و کیفیت دیگه. ما مشکل اساسی ما از یک نگاهی نه. با این حال حکومت افغانستان نیز میگوید که در نظر است بخشی از نیازهای دولت به ادویه از آن تولیدات داخلی خریداری شوند که افغانستان در تولید آنها به خودکفایی رسیده است. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. در گزارش به بخشی از مسائل و مشکلات فراروی تولید کننده و وارد کننده ادویه در افغانستان اشاره شد. اما بخش عمده نگرانی در افغانستان وجود مقدار زیاد ادویه قاچاقی در این کشور است که سالانه جان صدها تن به خطر می‌اندازد. در برنامه امشب با محترم دکتر وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در خصوص بازار واردات ادویه و نگرانی مصرف کنندگان ادویه گفتگو می‌کنیم. آقای مایار، با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه. سازمان WHO گزارش می‌کند که افغانستان یکی از کشورهایی است که مبدل به بازار ادویه تقلبی و کم کیفیت از کشورهای مختلف شده. این معضل تا چی حد برای صحت عامه خطرآفرین است و وزارت صحت عامه چی اقدامات عملی را برای جلوگیری از ورود ادویه قاچاقی انجام داده؟ تشکر از سوال شما. سلام به شما و بیننده محترمتان. یک موضوع زمان که سر مارکت دوایی بحث میکنیم، تمام ادویه به کیفیت نیست در افغانستان. شرکت های وجود داره که دوار از کمپانی های بسیار معتبر دنیا که نه تنها صادرات به افغانستان بلکه به سایر کشورهای دنیا، من جمله کشورهای اروپایی و حتی آمریکایی هم دارن که مثال زیاد از چنین کمپانی های وجود داره. به خاطر نظامن ساختن مارکت دوایی، رهبری فعلی وزارت صحت عامه اداره ملی تنظیم امور دهی محصولات صحی را ایجاد کردند که لابراتوار تضمین کیفیت دوا محصولات غذایی هم در اونجا صورت میگیره و تعداد چندین لابراتوار در ولایت حوزوی هم گذاشته شد. ما قاچاق ادویه رد نمیکنیم، اما میزان قاچاق به او اندازه نیست یا که دوای سب استاندارد به افغانستان میشه که چنین راپور داده شده. دوا از مجرای قانونی هم اما بدون شک افغانستان سرحد طولانی با کشورهای همسایه ایران و پاکستان دارند که یک چالش فرارای انتظام ساخت منظم ساختن مارکت دوایی در افغانستان است و در اینجا گام های برداشته شده. اما بکنه وزارت صحت عامه نمیتونه که جلوه. بله، در قسمت قاچاق ما برتون بگم که تیمای نظارتی ما به
شرکت های تولید توریدی ادویه و اینا میرن به دواخانه در صورت که دوای قاچاق باشه و را یا دوایی که سب استاندارد است اینا را جمع آوری میکنن حریق میشه که در طول 3 سال گذشته بیش از 200 تن ادویه هدر شده و ضمناً به خاطر نهادینه ساختن و نظام بخشیدن مارکت دوایی قسمی که شما اشاره کردین تولید در داخل افغانستان کارهای صورت گرفته که تولید خوبتر شوه و بهتر شوه که 42 شرکت فعلا مصروف تولید هستن و 12 شرکت تا سال آینده اونها فعالیت های زیاد میشن. این 15 قلم دوایی که شما در راپور خود ذکر کردین 15 قلم دوایی است که دریج کارهای صورت میگیره که تورید از یعنی وارد ساختن از کشورهای دیگه منع شوه تا بتونن که تولید کننده های داخلی به خودکفایی برسه که هم اشتغال زایی میشه و هم زمینه را برای تولید دوای ارزان و با کیفیت در خود افغانستان مساعد بله. میسازه. اما آقای مایار قسمی که در گزارش اشاره شد تولید کننده های داخلی با مشکلات بسیار زیاد هم روبرو هستند. حکومت چه اقداماتی کرده بر رفع از این مشکلات؟ مشکلات مالی داشتن، خب بحث امنیت یک قسمت از او هست و همچنان این که در قسمت دادن زمین به اونا کمک شود. وزارت صحت عامه چه اقداماتی صورت داده در این قسمت؟ وزارت وزیر صحت عامه این موضوع را با رهبری دولت افغانستان شریک ساخته. ما خود ما یکی از طرفدارای زیاد هستیم که صنعت در داخل افغانستان صنعت دواسازی رشد بکنه، زمین به اینا داده شود، برق ارزان داده شود، تعرفه‌های گمرکی کاهش پیدا بکنه و دکتر عبدالله هم در این زمینه صحبت کرد که شما در راپور خود انعکاس دادن و امیدوار هستم که دولت مردای ما این موضوع را جدی بگیرن تا اقدامات عملی صورت بگیره و کسایی که سرمایه گذاری میکنن در این بخش بتونن که تشویق شوند و فعالیت های خوبتر داشته باشند. در ضمن از این ما سرمایه گذاری خارجی هم دعوت کردیم، کمپانی بیارس که کمپانی مشهور تولید دوایی و همچنان در بخش شفخانه ها در هندوستان و دبی و کشورهای گلف اینا زیاد کار کردن، علاقه نشان دادن که شرکت سهامی هوخس که قبلا با جرمنا مشارکت کرده دوباره بازسازی بکنن و تولید ادویه بکنن که معیاری میباشه. ما هم از طریق خصوصی و هم از طریق مشارکت عامه و خصوصی میخواهیم که خودکفا شویم و نیازمندی ما را زیادتر مرفوع بکنیم تا ضرورت نباشه به مارکت که وابسته به کشورهای دیگه هستیم که دوا تولید میکنیم. سپاسگزار آقای مایار از حضورتان در برنامه، از معلومات مفیدی که با بینندگان ما شریک ساختین. وقتتان خوش. تشکر. در هند مردم امروز برای شرکت در هفتمین و آخرین دور انتخابات ملی آن کشور و پای صندوق‌های رأی رفتند. رأی‌گیری امروز و انتخابات 6 هفته هند که با تلاش حزب حاکم برای ماندن در قدرت همراه بود پایان می‌بخشد. نرندرا مودی صدر اعظم هند در این انتخابات با شعار ملی گرایی سعی در جذب آرای اکثریت هندوهای آن کشور دارد. حزب کانگرس هند و دیگر احزاب مخالف از مودی به دلیل بالا رفتن درصد بیکاری و افزایش مشکلات دهاقین آن کشور انتقاد می‌کنند. شمارش نهایی آرا به تاریخ 23 می سال روان میلادی صورت خواهد گرفت. حزب حاکم استرالیا پیروز انتخابات آن کشور گردید. نتایج شمارش آرا نشان می‌دهد که برخلاف انتظار ائتلاف محافظه‌کاران به رهبری اسکات موریسون برای یک دور دیگر در قدرت باقی خواهد ماند. نتایج نظرسنجی نشانگر شکست حزب حاکم بود. به همین جهت پیروزی موریسون معجزه نامیده شده است. نتایج شمارش آرا نشان می‌دهد که حزب حاکم با کسب 151 کرسی اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورده است. بیل شورتن رهبر مخالفان شکست در این انتخابات را پذیرفته است. دانکن لورنسن آوازخوان هلندی مقام اول مسابقات موسیقی یوروویژن 2019 را به دست آورد و آوازخوانان ایتالیایی و روسی مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند. در مراسم اختتامیه که دیشب در تل آویو در اسرائیل برگزار گردید، اجرای آهنگ مدونا آوازخوان مشهور آمریکایی خبرساز شد. در این آهنگ دو تن از رقصنده ها با بیرق‌های اسرائیل و فلسطین روی لباس‌هایشان به اجرای رقص پرداختند. کمیته برگزاری یوروویژن اعلام کرد که یوروویژن یک نهاد غیر سیاسی است و مدونا بدون هماهنگی با آنان اقدام به چنین کاری کرده است. در مسابقه موسیقی یوروویژن امسال 26 کشور اروپایی شرکت داشتند و حدود 200 میلیون نفر در سرتاسر جهان مراسم اختتامیه را تماشا کردند. و آلمانی ها در شهر برندربرگ در برلین پایتخت آلمان دیشب شاهد ماه آبی بودند.
این پدیده نادر هنگام اتفاق میفتد که قرص کامل ما بیش از حد معمول در یک فصل و یا دوباره تا یک ماه ظاهر شود. مرکز تحقیقات فضایی ایالات متحده یا ناسا میگوید که این سومین قرص ماه کامل این فصل است. دانشمندان میگویند که به دلیل وجود ذرات معلق در هوا رنگ ماه